نیمه های قرن 15 و در دوره حکومت مراد دوم، افلاک یا اونطور که رومی ها به اون میگفتن منطقه ولاچیا، بدون خونریزی به قلمرو امپراتوری عثمانی اضافه شد. شاهزاده ولاچیا برای نشان دادن وفاداری خودش، پسرانش رادو و ولادو به عنوان گروگان نزد مراد دوم فرستاد. سلطان مراد دوم ولادو به قصر ادیرنه برد و اطمینان حاصل کرد تا اون همون آموزش هایی رو ببینه که پسر خودش مهمت میدید. و اینجوری بود که شاهزاده مهمت که به عنوان فاتح شناخته میشه و بلد کسی که به عنوان شمشیرزن شناخته میشه با هم ملاقات کردند. در قرن‌های متمادی نبرد بین خیر و شر برگ‌های جدید کتاب تاریخ باستان نوشته شد. این نبرد، نبرد عدالت و ظلم بود. با یاد این سرزمین‌ها که رحمت بی‌پایان همیشه در آنها جاودانه است. خاک هماهنگسازی توسط وبسایت کینگ مووی. هوا، آب و آتش. جهان بر این چهار ستون استوار است. همون هوایی که ریه های هر کسی رو در اولین نفسهاش پر می کنه و همون خاکی که همه چی رو بعد از آخرین نفس می پوشونه. دو دانه را در یک خاک باربر می کاری و به آنها از یک چشمه آب می دی تا ریشه هاشون حیات رو پیدا کنه و هر دو یک جور هوا رو برای روششون نفس می کشن. اما یکی از اونها به گیاهی سمی تبدیل میشه و دیگری به یک گل رز خوشبو. هم گیاه سمی و هم گل رز می تونن در این سرزمین زندگی کنن. اما وقتی که گیاه سمی شروع به پخش کردن سمش میکنه، صاحب زمین هیچ چاره ای نداره جز اینکه اونو بکنه و بندازه دور. اگه آتیش بیگناهان رو میسوزونه، ما به اندازه کافی آب برای خاموش کردنش داریم و به اندازه کافی باد داریم تا خاک سر زمین رو پراکنده کنه. حکم سلطنتی سلطان محمد دوم، پسر سلطانها و پدر فاتحان، حکمران منطقه افلاک، ولد سوم دراکولا. میخوام بهت اطلاع بدم که تو پسر اژدها و وارث شیطان در مقابل برادرت قد علم کردی. تویی که با مرحمت و لطف ما بزرگ شدی، اون الطاف رو فراموش کردی. اگرچه تو بر روی تخت سلطنتی نشستی که هدیه ما به توست، اما تو حاکمی هستی که به مردم ظلم میکنی. ما تو رو به دلیل ارتدادت مجازات نکردیم، اما ظلم و ستم تو باید متوقف بشه. اگر حتی یک شخص بیگناه هم آسیب ببینه یا قطره خونی به روی زمین ریخته بشه، تو فوراً و به سرعت تقاص عثمانی امپراتور. دلم براش تنگ شده بود. تقاص این گناه رو خواهی داد و به میزان اعمال ظالمانت مجازات میشه. اگه میخوای برای بخشش التماس کنی، بهتر این کار رو بکنی. اینجوری میتونی از لطف بی پایان سلطان بهرمند شی. ببین قاصد، اون دستار روی سرتو میبینی؟ منو یاد یه چیز وحشتناک میندازه. منو یاد روزهای وحشتناکی میندازه که توی قصر عثمانی میگذروندم. یاد اون باغهای زشت، اون بوهای بد، اون همه آدم عجیب با همین دستارا، اون همه سرباز شجاع که مهمت رو یه بچه لوس باروردن. اینطور نیست؟ حالا وقتی دستار رو سرت میبینم،
اون شبای تلخ یادم میاد، تاریکی شبهای بچگیم که فقط و فقط به گریه کردن میگذشت. دستار تو سری بردار. اون دستار کفن من خواهد بود. ترجیح میدم بمیرم تا اون رو بردارم. بسیار خوب. میخوام کاری رو که دوست داری انجام بدی. تو هیچ وقت از دستار جدا نمیشی، چون انگار خیلی دوستش داری. فکر کردی امپراتوری عثمانی میشینه و شورش یک کافر رو تماشا میکنه؟ مردان شجاع ما تو رو له میکنن تا وقتی که سلطنتت به پایان برسه. اون پرنده آزاد شد. شما باید خودتون از زیر فشار آزاد کنید سربرم. بابا سلطان، اون عوضی به مدعی تاج و تخت تبدیل شده و داره مردم ما رو میکشه، و اگه این کافی نیست، اون قاصدی که برای هشدار نهایی پیشش فرستاده بودیم هم سلاخی کرده. ما باید جواب این توهین رو بهش بدیم. هر چیزی که حس میکنی و هر چیزی که فکر میکنی در صفحات کتاب تاریخ نوشته خواهد شد سرورم. این که چه اتفاقی برای ولد بیفته در سراسر هفت سرزمین و صغار پخش خواهد شد و برای همگان به درس عبرتی تبدیل میشه. تو مأموریت خودتو داری. پسران شجاع عثمانی رو خبر کن. اون وقت تصمیم میگیری. دستورات سلطان قانونه. گرگ آسمان، الله اکبر. درود بر کسی که با روح خودش به انسان زندگی بخشیده. الله اکبر. اون انسان رو با گوش، چشم و قلب مورد مرحمت قرار داده، اما نژاد بشر قلبش پر از توهمه که اون را از مسیر درست دور میکنه. اونها ویران میکنن، تخریب میکنن و شکنجه میکنن. اونها کسایی هستن که پیمان بستن تا ظلم و ستم رو از روی زمین محو کنن. این سوگند منه، این سوگند منه. در میدان مبارزه رو زمین افتادم، جای بدنم رو سنگ باقی بمونه. اونها کسانی بودند که به قدرت علی و عدالت علی تبدیل شدند. اونها
کسانی بودند که دردهای خودشون رو دفن کردند و مرگ رو با عنوان زره خودشون پوشیدند. اونها کسانی بودند که مرده بودند تا بقیه زنده بمونند. زمین رخت خواب اونها بود و آسمان پتوی اونها. اونها کسانی بودند که تنها راه می رفتن و با سلاح‌های خودشون نور رو به تاریکی های زمین می تابوندن. اونها دلاوران بودند. ما صداتو شنیدیم و به اون جواب مثبت دادیم بابا سلطان. شمشیر ما رو کنار خودت داری؟ عمر کیه؟ پدر ما. علی کیه؟ قهرمان ما. میدان نبرد چیه؟ جایی که بهش تعلق داریم. جنگ چیه؟ معشوقه ما. ما برای کی میمیریم؟ برای سلطانمون. سفر ما کی تموم میشه؟ وقتی با هم متحد بشیم. همراهتون کیه؟ دلاوران. اونا شما را چی صدا میکنن؟ دلاوران. ظالم از خط قرمز ها رد شده و صبر ما هم تمام شده. فکر میکنین باید چی کار کنین؟ وقت حرف زدن و فراموشی گذاشته. ما چرا امپراتوریمون رو سرزمین مادری صدا میکنیم گرگاس ما؟ چون مادر هیچ وقت فرزنداش رو ترک نمیکنه. شما هم فرزندان و هم امپراتوری هستین. هیچ وقت در تنهاییتون احساس ترس نکنین و هیچ وقت اجازه ندین هیچ کدوم از بچه های ما فکر کنن که تنها. تو دستورات خودت رو داری و مأموریت خودت رو. یک بار سلاحاتون از غلاف بیرون بیارین، یک بار سفرتون رو شروع کنین، یک بار ظلم و تنبیه کنین. انعکاس روح من دور گردن توه. تا وقتی که سرم روی بدنمه، این راز رو قلبم میمونه. این راز جاش روی قلب توه. مأموریت تو خوب انجام بده. آروم باش نیکو، من دارم مداوات میکنم.
اعلی حضرت ولد سوم. سرورم، سلاح من آماده است کیمیاگر. بعد از اینکه موشها رو با این تاون آلوده کردم، جلبک سیاه روشون بی تأثیر بود، اما وقتی اول بهشون جلبک قرمز دادم نتونستم نتیجه مشخصی توی موشها ببینم. داستان سرایی رو تمام کن و بگو سلاح من کی آماده میشه. کی؟ من تا همین الان هم موفقیت زیادی به دست آوردم سرورم. قربان، شما با این سلاح میتونین تمام شهرها رو شکست بدین. دیوارها، خونه ها، کاخ ها، هیچ کدوم آسیب نمیبینن، اما زندگی که در اونا وجود داره متوقف میشه. هر چیزی که باشه، آدم ها، حیوان ها، حتی حشرات. به چیزی نیاز داری؟ موش سرورم، همه موش ها تو آزمایشگاه مردن. چیز دیگه ای میخواد یا نه؟ و جلبک قرمز. وقتی به موش ها جلبک قرمز میدم دیوونه میشن. هر چی میخواد و براش تهیه کنی. بله قربان. همین حالا. اگه اون چیزی که توی ذهنمه به دست بیاد، استانبول یک شب سقوط میکنه و ترک ها دومشون رو میذارن رو کولشون و از اونجا فرار میکنن. من نمیخوام فقط یه شهر رو شکست بدم کیمیاگر، من میخوام جریان تاریخ رو تغییر بدم. پس هرچه زودتر سلاح منو تمام کن. نمیخوام آخر عاقبتت مثل این بشه. هرچی شما بگید سرورم. دلاوران فقط یه افسانه است. نه اینطور نیست، پدر بزرگم اونا رو دیده، اون به هم گفته اونا چجوری می جنگن. دلاورا وجود ندارن. پدرم میگه اونا فقط یه داستان قدیمی هن که برای ترسوندن بچه ها تعریف میکنن. نه دلاوران واقعیت دارن، من میدونم اونا واقعی هن. بچه ها سربازا دارن میان. سربازا فرار کنین. جمشید گوش کنین، برای هر موشی که برامون پیدا کنین بهتون طلا میدیم. طلا؟ چقدر؟ به من نزدیک نشو پیرمرد جزامی کثیف. ما برای هر قفس پر از موش یک کیسه طلا بهتون میدیم. به جنبید، برید پیدا کنین. خبر جدیدی از کیمیاگر نشده؟ چرا؟ فقط صبر کن تا سلاحم تکمیل بشه. الیزابت، مهمت و اون ترک های بزشرونی رو که ازش اطاعت میکنن حتی فرصت نخواهن کرد که به کوهای آسیا فرار کنن. من مهمت رو نابود میکنم الیزابت، من اونو از تاریخ محو میکنم و هیچ کس اونو به خاطر نخواهد آورد. هیچ کس. فقط صبر کن اون آماده بشه. اونا هم از مریضی میمیرن. تا اون بیماری، گرسنگی، من به کاخ حمله میکنم. خواهی دید من اونو توی همون شهری که بهش لقب فاتح دادن خاک میکنم. پدر مقدس کنارته تا به هدف مقدست برسی. میدونی که ما با قدرت پاپ هر کاری بخوایم میتونیم انجام بدیم. پاپ هیچ قدرتی نداره الیزابت. اون ممکنه بتونه بقیه رو گول بزنه، اما منو نمیتونه. احمقا بچه‌هاشون رو توی آبی به اسم آب مقدس حموم میکنن. دیوانه ها صف میبندن تا یکم نون و نوشیدنی بگیرن. اما من الیزابت با همین دستان خودم به تنهایی میخوام ترکیه رو به جهنم تبدیل کنم. تو بزرگترین فرمانده ای هستی که ولایت به خودش دیده، اما فراموش نکن وقتی پاپ کنارت باشه قدرت حکومت تو فراتر از محدودیت ها و مرزهاست. قدرت من همین الانشم هیچ مرز و محدودیتی نداره الیزابت، چون من پسر خدا هستم. من خشم خدا روی زمین هستم الیزابت.
پس ما کی به تلهامون میرسیم؟ کس دیگه هم طلا میخواد؟ استاد، کومان داره در مورد چی آهنگ میخونه؟ یعنی تو نباید تو میدون مبارزه خود نمایی کنی. بعد از شکستم نباید گریه کنی. ممکنه حق با اون باشه، اما احساساتت همیشه نمیتونه بهت کمک کنه. نتونستم بهش برسم، نتونستم نجاتش بدم. من برادر خودم رو دفن کردم. درد از مرگ بدتره. اصغر بیا با ما غذا بخور، ما سفر طولانی در پیش داریم. اصغر بیا برادر، بیا بریم. نزدیکترین مسیر به تارگوویست از اینجا میگذره، اما این راه خیلی خطرناکه. گشتیای ولد همه جا هستن، پس شاید مجبور بشیم باشون بجنگیم. ما باید مسیر امن‌تر رو انتخاب کنیم که از شمال میگذره. اگه گشتیای ولد اطراف روستا باشن، ما هم باید راهمون رو درست از وسطشون انتخاب کنیم. دلاوران، فرمان پادشاه ما درباره ریختن خون یک نفر نیست، درباره نجات همه بیگناهانه. ما باید دعا کنیم و سلاحامونو فقط برای این هدف از غلاف بیرون بیاریم. ما از اونجا رد میشیم. وقت کاره، همه تون باید آماده باشین. سربازای کوچیک من. پرنسس بیرون منتظر شماست. دارم میام. پرنسس به هم بگو اوزامون چطوره کیمیاگر؟ جلبک قرمز جواب میده پرنسس. ما تقریبا آماده ایم. تقریبا
ما آماده هستیم یا نه؟ ما آماده این پرنسس. هیچ کس نمیتونه در مقابل کسی که از این سلاح استفاده میکنه مقاومت کنه. پس میتونیم بهش خبرهای خوبو بدی. کجا بودی؟ خیلی نگرانت شدم. موشا آروم باش، اول یه نفسی تازه کن، بعدن به بگو چی دیدی و چی شنیدی. باشه؟ چند تا سرباز به اطراف روستا سر زدن، اونا موشا رو جمع کردن و پیر مردی که ازشون طلا خواستن و کشتن. بعد اونا موشا رو تو قفس گذاشتن و از اونجا بردن. اون موشا رو بردن پیش یه جادوگر. اون داشت با شاهزاده حرف میزد. منو ببین، کسی که تو رو ندید درسته؟ نه ندید پدر بزرگ. تونستی بفهمی چی گفتن؟ داشتن درباره یه سلاح حرف میزدن، سلاحی که هیچ کس نمیتونه جلوش مقاومت کنه. هوا، حال برادرت چطوره؟ خدا رو حالش خوب. اگر شاهزاده ولد از کاری که انجام میدین راضی نباشه، اون شما رو نمیکشه. میدونین چرا؟ چون خودم اول شما رو میکشم. طلا، نقره، هر چیز با ارزشی که دیدین جمع کنین، تک تکشون رو بکشین. پدر، خوش اومدی عزیزم. باید یه چیزی بخوری. قیافش که شبیه ماسته، اما چیه؟ این براتون خوبه. اول به هم بگو چیه. مزهش خوب نیست، اما کمک میکنه سرفه نکنی. بخور دیگه، لجبازی نکن. بدوی همین چه منتظر کرد. بایستم. نه یا جلو.
سکوت. برو ببین کسی زنده مونده. نترس، ما به افراد بیگناه صدمه نمیزنیم. دیگه گریه نکن. کسی که میمیره از اسارت زمین آزاد میشه. پدر تو الان شهید شده، اون توی بهشته. خدا ما رو هم با شهدا محشور کنه انشاءالله. خوب بود بچه، اگه اینقدر بلند جیغ نمیزدیم ما نمیتونستیم پیدات کنیم. خواهش میکنم نذار بمیره. نگران نباش، من میتونم از درد نجاتش بدم. از الان به بعد میدونی کی باید دهنتو ببندی و کی باید حرف بزنی.
خب حالا بگو ببینم ماهیر، عیسی مسیح تو معجزه‌اش با چند تا ماهی به 5000 نفر تونست غذا بده؟ دو تا ماهی جناب کشیش. پس ماهی دیگر کجاست؟ تو شکم یتیمان قربان. پس با این حساب من این ماهی رو به عنوان غنیمت یتیمان قبول میکنم. ببینم تو کسی رو داری؟ دیگه نه. خانواده واقعی من توی شهر توسط مزدورای ولد به قتل رسیدن. پدر آهنگر من یکی از ترکایی بود که امپراتوری به بالکان فرستاده بود، ولی ولد تمام نزدیکای منو یکی یکی کشت. لکم دین اکم ولیت دین، تو دین خودتو داری و منم دین خودم. تو امپراتوری عثمانی به هیچ کس به خاطر دینش زور گفته نمیشه، پنهانش نکن. منو ببخشید اعلی حضرت. تمام گروه مزدورایی که به جنوب فرستادیم کشته شدن. این تنها کسیه که تونسته فرار کنه. این تنها کسیه که چی کرده؟ فرار کرده. اعلی حضرت. چیه؟ قربان، اونا یه از ناکجا آباد پیدا شد. از ناکجا اون بال داشت. گفتی بال؟ اونا لباسه یه پشمی داشتن. اونا شبیه هیولا بود. هیولا؟ اونا تک تکمونو قتل عام کردن. تک تکتون؟ پس تو اینجا چی کار میکنی؟ چند تا از اونا اونجا بود. یه چیزی بنوش، معلومه خیلی راه اومدی. بیا. چند تا از اونا اونجا بود؟ ها؟
چون تا از اونا اونجا بود. چند تا کاستل اونا رو پیداشون کن. سلاحایی که خدا بهتون بخشیده رو آماده کنید تا در مقابل حقه های شیطان بیستیم، چون نبرد ما با انسان ها نیست بلکه با حاکمان و امپراتوران نیروی تاریکی بر روی زمینه. روح دشمن شیطانیه که در مکانی پس سکونت داره. ما شبا با ما حرف میزنیم و توی روز میخوابیم، اما من نمیخوابم، فکر میکنم. اون شما رو بزرگ کرده؟ اون به ما هدف داشتن و مسیرش رو یاد داد. چرا بهت میگن بینا؟ اسمت همینه؟ باید قبل از اینکه یه اسم داشته باشی لیاقتش رو پیدا کنی. اسم آدم باید با سرنوشتش یکی باشه. همه میگن یه آدم شجاع باید بتونه اسمش رو حمل کنه. به خاطر همینه که اون اول باید مهارتش رو تو میدون مبارزه ثابت کنه. امیدوارم وقتی سفرمون تموم میشه منم اسم خودم رو داشته باشم، اما تا اون موقع اسمی نخواهم داشت. یک کم پس کلیه این اطرافه، بیاییم بچه رو بذاریم پیش اونا. باشون برسیم. این بچه گرسنه، نیاز به استراحت داره. ما میتونیم براش غذا و جای خواب فراهم کنیم. شما از کجا میایید و اینجا چیکار میکنی؟ ما از یه جایی میاییم و میریم یه جای دیگه. تو مادرشی؟ نه. تو پدرشی؟ باز چی تایید میکنی؟ تو که پدرش نیستی؟ من بچه و این دختر رو توی روستای غارت شده پیدا کردم. هرچی میخواین بخورین و بنوشین. خیلی خوش شانسین، ما یه عروسی داریم. فقط یه جا بهمون بدین استراحت کنیم. شما میتونین به مهمونیتون برسین. دارین به چی نگاه میکنین احمقا؟ اینا مهمونای ما هستن. زود باشین، بیاین خوش بگذرونیم. Ha ha ha.
ویارل، 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 ویارل. از تو، از خون تو ارتشی هزاران نفره به پا خواهد خواست. سربازه کوچیک من، بخورین، بیاین بخورین، بخورین تا برای هدف مقدسمون قوی تر بشین. خیلی سریع، اصلا نمیدونم چجوری اتفاق افتاد. اونا هرچی یهودی که توی محل زندگی ما بود و با خودشون بردن. بعضیاشون کشته شدن، بعضی ها مثل ما که خوش شانس بودیم تونستیم فرار کنیم. ما از ترکا خیلی متشکریم. کسایی که بهشون میگفتیم دوست هیچ وقت بهمون کمک نکردن، اما عثمانی ها حتی با اینکه نمیدونستن چه خبره بهمون خوش آمد گفتن. خب داستان تو چی؟ کنگا، داری منو میکشی. مرافزی سلام علیکم. براتون یه مقدار سوپ آوردم، باید گرسنه باشین. همه میگن اینجا سوپاش حرف نداره. من که اصلا یادم نمیاد چند وقته دارم اینجا زندگی میکنم. دست درد نکنه. بینا، ممنونم، یادم نبود ما غذا خوردیم. در این کجا میریم؟ مسیرمونو میریم. تو به نظر محلی نمیای. اهل کجایی؟ اونم مثل شما یه مهمونه، از دست ظلم و ستم ولد فرار کرده، اهل تارگویست. تو کسی رو داری؟ یادته تو این سوال ازم پرسیدی؟ خب منم کنجکاو شدم. دارم. کسی بجز اونا؟ مادرت، پدرت، خواهر یا برادرت؟ من از وقتی 6 سالم بوده پدر و مادرم رو ندیدم. هدف ما جوری نیست که بتونیم خانواده داشته باشیم. حالا جا خدای من، اون دوستتون که حرف نمیزنه اصلا بچه رو تنها نمیذاره. اون به یه دلیلی بچه رو خیلی دوست داره. خیلی سخت چیزیه که دوست داری ترک کنی. شب بخیر.
شب تو هم بخیر جنگجو. بذار بخوابه تا وقتی که بچه خوابش برد نتونست بخوابه. سکوت. حالا جا ما داریم میریم، راهی که میریم برای بچه ها و زن ها مناسب نیست. اونا آدم های خوبی هستن، آدم های راستگوی هستن، بین اونا راحت خواهی بود. تو باید اینجا بمونی. اون مزدورایی که پدرمو کشتن یه گروه معمولی نبودن، اونا سربازای ولد بودن، میان دنبالتون. مرگ کمترین درد تو مسیر ماست. اگه اونا دنبال ما نیان، ما میریم دنبالشون. وقتی دشمن از ما عقب‌تر باشه شرایط ما راحت تره. اما تو نباید نگران این موضوع باشی. من برای نگهداری بچه به تو و به خدا اعتماد دارم. رنج ما و سرنوشت ما الان یکیه. اون بچه هدیه تو به منه. تا وقتی که زنده باشم زندگیمو براش فدا میکنم. شما دارید میرید؟ سکوت. اونو بده به من. سکوت. مریم، مریم بیا اینجا، بچه رو بگیر. مریم سکوت. بچه رو بده بهشون. آفرین. برو داخل مریم. از بچه سکوت مراقبت کنیم. آلاجا، تو زن شجاعی هستی. خدا نگهدارت باشه. وقتی هر کسی توی زندگیم بوده از دست دادم، عثمانی ها به هم کمک کردن. منو به عنوان یکی از خودتون در نظر بگیرین. این بچه تنها کسیه که ما تونستیم از یکی از روستاهای ترک نجات بدیم. مزدورای ولد تمام خانوادش رو به قتل رسوندن. خدا رو ببینم درباره همه این ظلم و ستم رو بهش میگم. تو مجبور نیستی خدا رو ببینی تا درباره این ظلم و ستم رو بهش بگی. اون همین الانش هم صداتو میشنوه. اون میشنوه و شیراشو میفرسته تا انتقام خانوادتو بگیره.
قاصد پاپ اینجاست علا حضرت. پاپ بزرگ، وقتی شنیدم شما ترکای منفور رو از سرزمیناتون بیرون کردین خیلی خوشحال شدم. ایشون به من دستور دادن تا بهتون بگم شما رو به عنوان محافظ تمام قلمرو مسیحیان انتخاب کردم و همین خاطر این تاج مخصوص رو براتون فرستادم. این تاج نشون میده که از دید پاپ اهمیت شما با یک کاردینال برابره. باعث افتخاره. شما الان محافظ هر کسی هستین که به عیسی مسیح ایمان داره. تو بهتره به پاپت بگی که من نه محافظ کسی هستم و نه برده کسی هم. بعد از اینکه مهمتو نابود کنم، اگه پاپ میخواد که تاج و تخت سلطنتش رو نابود نکنم، باید قبول کنه که من پسر خدا هستم. من پسر خدا هستم. بر بابت بگو این بار توهین و جسارتش رو میبخشم. مبارز، تو هیچ وقت چشماتو قبل از بالا اومدن ماه باز نمی کنی، اما میدونم که بیدار. آدم عاشق نور خورشیده، اما من چشمامو در طول روز بسته نگه میدارم تا ماهو آروم کنم. فقط ماهی که فکر میکنه هیچ کس زیبایی و ناراحتیشو نمیبینه. تو سرزمینای تو هم خورشید مثل اینجا همه چیزو میسوزونه؟ ها برادر؟ ما حتی بیشتر از این میسوزیم، اما از ترس توهین به خورشید جرأت فریاد زدن نداریم تا اون به تابشش ادامه بده. جایی که من ازش میام باد ما، آب ما، خاک ما واقعا یه چیز دیگه است. وقتی که به آسمون نگاه میکنی آبی دریای خزر رو میبینی. دلم براش تنگ شده. میدونی برادر، تا وقتی چیزی رو از دست ندی نباید دلت براش تنگ بشه. سکوت برادر جانم، هنوز داری به اون بچه فکر میکنی؟ جدا شدن ازش سخته، میدونم، اما این کار به خاطر خودته. مسیر ما پر از خاره، از همه جاش بوی مرگ میاد. مرگ چیزی که ما براش زندگی میکنیم. تو هر کاری که میتونستی برای اون بچه بیگناه انجام دادی. دیگه اونو به دستان خدا بسپار. این همه فکر کردن به تو کمک نمی کنه. یا به اون. سکوت، تو نمیتونی دهنتو ببندی نه؟ ناراحتی سکوت کجاش خنده داره کانگار؟ یه مرد نباید مثل یه دلغک رفتار کنه. آره درست کنگار. دیوونه شدی اسخر؟ هم برادر، میخوای شمشیرتو بکش و سرشو قطع کن.
اما باید بدونی که اینجوری ممکنه خودتو بکشی. نکن گارو. از دست تو. میدونی چی میخوای؟ همون جوری که تو یادت رفته چند نفر تو میدون مبارزه کشتی، اونم نمیدونه تا حالا چند نفر دفن کرده. از یه جایی به بعد دیگه احساسات تو از دست میدی. پس یه لبخند بذار روی چهرت، انگار که با خنجر روی صورت تراشیده شده. بعدش تو هم یا مثل سکوت دیگه نمیتونی با بقیه حرف بزنی، یا همیشه بر روی این دنیای خائن میخندی. تو هم باید بخندی برادر، میخندی. حتی یه لحظه هم فکر نکن به خاطر اینکه اون شبیه تو نیست با تو متفاوته. این کارو نکن برادر. ما گرگا رو میگیریم و اونا خبرای جدید به همون میدن. اونا به همون خبر میدن. اونا شغالا رو میگیرن و ما گرگا رو میگیریم. اونا به همون خبر میدن و ما بیدار شو. ما تو را آزاد کردیم، پس تو باید خودت و بقیه رو بیدار کنی، نه اینکه بخوابی. بذار کسی که خوابیده بیدار بشه. بذار قلب اونها مثل آهنی که وارد آتش میشه بسوزه، قبل از اینکه آسمان ها قرمز بشه و زمین ها به باتلاق تبدیل بشه. بذار پسرها بیستن و مبارزه کنن. چشماتو باز کن کمان، قلبتو باز کن، روحتو باز کن، بالهاتو باز کن، بالهات زخمهای اونها رو ببند. من به اسبهامون که نفس آزرخش دارم و به گرگهای بهشتی قسم میخورم که تو تنها نیست، ما برحق هستیم. شمشیراتون رو بکشین. سکوت کمان. کنگار تو باید زنده بمونی. مبارز مزدورای ولدن. کنگار چشماتو باز کن برادر، چشماتو باز کن، بازشون کن. تو باید بخندی. قسم میخورم دیگه از خندیدن ناراحت شم. کنگار بخند. کنگار اسقر، از حالا به بعد ما مسیرمون با شما متفاوته. بذار بریم. نه کنگار دوام میاره، اون حالش خوب میشه. ما با هم ادامه میدیم.
وظیفه منتظر ما نمیمونه. فقط برو. گفتم نه. شاید بتونیم یه روستا پیدا کنیم. یه شفا دهنده. شاید اون شفا دهنده بتونه یه مرهم به ما بده که حالشو بهتر کنه. اون سرسخته. اون زنده میمونه. اصغر. کنگار نمیخواد تو به خاطرش گریه کنی. اون ازت میخواد که توی میدون مبارزه به یه افسانه تبدیل بشی. تو میدونی کار درست چیه برادر. دلاورم بدهید. خیلی زیاد شده ویکتور، این آخرین نوشیدنیته. یکم نوشیدنی بیارین. نیازی نیست، فقط آب بیار. کسی نبود؟ تو این کافه یه مرد نیست که بتونه جلوی من وایسه؟ همه تون خفه شدین درست مثل ترک های که جلوی ولد وای میستن. دارین مثل یه مشکتیم گرسنه غذا میخوریم.
دلاورم، باید آب تمیز پیدا کنم. بینا. بله استاد. اینجا چی کار میکنی؟ منم دارم به تارکوویس میرم. اگه ازتون میخواستم منو با خودتون نمیاوردی، به خاطر همین دنبالتون اومدم. خب پس برای هیچی دنبال ما اومدی تا نمیتونی با ما بیای؟ بینام من اونو فرستادم اینجا مبارز. من اونو فرستادم اینجا، تقصیر من بود. مبارز، من اونو فرستادم اینجا. مبارز، مشخصه که اونا نکشتنش برادر، اونا بردنش. ما بینامو پیدا میکنیم. اما من اونو فرستادم. ما پیداش میکنیم برادر، پیداش میکنیم. ما بینامو پیدا میکنیم مبارز، نگران نباش، ما پیداش میکنیم. قوی‌ترین سربازای ترک دلاوران هستن، اما پدرم میگه شاهزاده ما ولد میتونه ترکا رو توی جنگ شکست بده. شنیدم اون روستاهای مرزی رو غارت کرده. اگه دلاوران واقعیت داشته باشن، پس باید اون روستا رو نجات میدادن. پدرم میگه اونا زودتر از همه فرار کردن.
خوشم بدین. وظیفه است دیگه. تو از دلاوران هستی کارالی. خوشحالم که حالت خوبه برادر. میدونم برادر، میدونم. باید یه سری حساب ها صاف شن. اون یکی از ماست، نوه یه ماهیگیره و به جز ما کسی دیگه ای رو نداره. بریم جای دیگه حرف بزنیم گرگرسیم. برو به محل نگهداری قایقا. من تو رو با یه قهرمان تنها میذارم. ارن تو رو تا محل نگهداری قایقا میبره. بریم دلاورا. بریم شیر پسرم. بجو این راز باید توی قلبت بمونه. این راز برای همیشه تو قلبم میمونه. میکنم رحم کنید. التماستون میکنم. التماس میکنم رحم کنید. خب خب خب، پس قهرمان ما اینه. تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ گفتم کی هستی؟ خیلی خوب، پس نمیخوای حرف بزنی. بیا بفهمیم داستان افسانه ای که میگن درسته. شما کی هستی؟ نگهش دار، نگهش دار. واقعا جالبه. اگه از خودم مطمئن نبودم داستان افسانه ای رو باور میکردم. شما ها کی هستی؟ اعلی حضرت، کار مهم می دارم. مجبورش کن حرف بزنه. یه سری حرکات مشکوک در جنوب مشاهده. خب 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 خب، تو بینام هستی اما حالا یه اسم داری، بی انگشت. یه سری مسیر زیرزمینی به قلعه بلد وجود داره. مطمئنم یه سری نگهبان داره که فکر نمی کنم خیلی زیاد باشن. اما ما مشکلات بیشتری داریم. چه مشکلی کارالی؟ ولی توی یه غار نزدیک قلعه داره روی یه سلاح مخفی کار میکنه. چجور سلاحی کارالی؟
اونا میخوایم با استفاده از موشا تا اونو پخش کنیم. اونا با ترکیب کردن خون و گوشت کسی که تا اون داره و یه جور جلبک قرمز، موشا رو مریض و وحشی میکنن و بعد موشا رو در سطح شهر آزاد میکنن. این قصاب جانی و بیره برنامه داره که همه رو با تا اون از بین ببره. ما بچه بودیم با هم بزرگ شدیم و به دلاوران تبدیل شدیم و از شمشیرهامون در نبردهای زیادی استفاده کردیم. ما کشتیم، ما مردیم، اما اونا بینامو گرفتن. پس ما به محض این که بتونیم به آشیانه لعنتیشون حمله میکنیم. کارالی، خودت میتونی اون موشا رو نابود کنی؟ قول میدم. پس تو ماموریت خودتو انجام بده، مام راه مخفی رو پیدا میکنم. خدا به جسم و روح تو برکت بده. مارم دعا و حلال کن. ما از قطره آب به وجود آمدیم و به مشتی خاک تبدیل میشویم. دعای من همراه شماست. شما منو دعا و حلال کنید. حلالت کردی. پس هممون موفق باشیم. امیدوارم خدا به همون کمک کنه. شجاعت به خرج دادی که ما رو آوردی اینجا. تا اونو خوب بزرگ کردی. خدا همراهش باشه. بله، همین جوره. شیر پسریه. تو قوی هستی. میخوای یه کشتیگیر بشی؟ نه، من میخوام به دلاوران ملحق بشم. اسم چیه پسرم؟ ارن. خوشحال میشیم که تو یکی از ما باشی ارن. دارن میان تا به پسرت حمله کنن. امیدوارم هیچ وقت منو مثل پدرم که ترکم کرد تنها نذاری. تا هیچ وقت منو مثل اون کشاورز ولاچیایی که فکر میکرد پدرم تنها نذاشتی. اون آدم پست، بی فکر و احمق. منو تنها نذار و مثل اون شاهزاده که با دشمن در کاخ عثمانی تنهاش گذاشتی فراموشم نکن. من پسر تو هم. من میدونم شروع داستان کجاست. تو کسی هستی که همه خدا صدات میکنن، همه ازت میترسن، اما تو پدر منی. تو باید تمام دنیا رو به من هدیه بدی و من تمام بشر رو با آتش و مرگ تطهیر میکنم. اما فراموش نکن، اگه تو منو ترک کنی، من شکست رو به راحتی اون نجاری که مردم بهش میگن مسیح نخواهم پذیرفت. اون برتش رومی ها تعظیم کرد، اما من به هیچ کسی تعظیم نکردم و این کارو نخواهم کرد.
اگه کاری کنی که دوباره از اون ترک های وحشی و منفور شکست بخورم، اگه بمیرم و تو تاریکی ها گم بشم، اسم تو هم برای همیشه در تاریکی ها باقی خواهد موند. هر طور میل خودته پدر. اینا هم من حرفی نزدم استاد. دلاوران، زمانش داره میرسه. زمان شهادت داره فرا میرسه. بیایی تا میتونیم از اونا بکشیم، بذارین ذوالفقار علی سلاحمون باشه. او دلاوران، او Thank you.
کافران. اونا اومدن اینجا تا پسر خدا رو بکشن. این سوگند منه، این سوگند منه، تا زمانی که سلاح من از بین نره و بدنم تکل تکل نشه متوقف نمیشم. این سوگند منه، این سوگند منه، این سوگند منه. کفار و ظالمان باید طعم شمشیر ما رو بچشن. احمقا، این سوگند منه، این سوگند منه. من تا وقتی که تاجتو رو خورد نکنم و سرتو از سرت جدا نکنم متوقف نمیشم. این سوگند منه، این سوگند منه. من تا وقتی که پرچممو در هفت اقلیم و سه قاره بالا نبردم خدا رو ملاقات نمی کنم و سلطانم رو ملاقات نمی کنم. این سوگند منه، این سوگند منه. پادشاه من امپراتور عثمانی و راه نمای من پیامبر محمد امینه. این سوگند منه، این سوگند منه. در مبارزه رو زمین افتادم، جای بدنم رو سنگا بمونه، هر اتفاقی که برای من بیفته سرنوشت منه. آروم آروم. حمله کنی چرا امپراتوریمون رو سرزمین مادری صدا می کنیم گرگاز؟ چون مادر هیچ وقت فرزنداش رو ترک نمی کنه.
از الان به بعد میدونی کی باید دهنتو ببندی و کی باید حرف بزنی. خواهش میکنم حالت خوب بود بچه؟ اگه اینقدر بلند جیغ نمیزدی ما نمیتونستیم پیدات کنیم. کمان داره در مورد چی آهنگ میخونه؟
تو قدرت اینا نداری که ما رو شکست بدی. نوادگانت هم نمیتونن ما رو شکست بدن. تو گذاشتی ترکا برای بار دوم منو شکست بدن بدن، پس تصمیمت رو گرفتی. تو نمیتونی منو بکشی، تو نمیتونی. یالدا! سراشون سمت چپ ما، سراشون سمت راست ما. بینام پسر شجاع من، تو باعث افتخار اربابت شدی. حمزه، حمزه شکارچی شیرها. تو دیگه از امروز بینام نیستی، از امروز تو حمزه هستی. میدونی که این اسم حمزه سید و شهده هست و تو از امروز با شهده همراه شدی. کسانی بودند که قبل از اینکه به زمین بیافتند مرده بودند. اونها کسانی بودند که برای انتقام برمیگشتند. اونها کسانی بودند که ظالمین رو در خون خودشون غرق میکردند و تاریکی رو با جرقه‌های سلاحشون از بین میبردند. اونها کسانی بودند که تاج و تخت ها رو نابود میکردند و بعد به کوه ها برمیگشتند. اونها کسانی بودند که جهان را به لرزه میانداختند، اما در قبر بینام خودشون دراز میکشیدن. اونها کسانی بودن که مشتاقانه با مرگ روبرو میشدن، کاری که بقیه انجام نمیدن. اونها اولین کسانی بودن که اعزام میشدن. اونها کسانی بودن که هیچ وقت بر نمیگشتن. اونها دلاوران بودن.
اگه در میدون مبارزه بدنم روی زمین افتاد، جا که بدنم رو سنگ ها باقی بمونه. هو دلاوران، شاید هیچ کس بالاخره نفهمه اونا کی بودن، اما تا زمانی که داستان بشریت به پایان برسه افسانه دلاوران همیشه زنده خواهد بود. دلاوران برایی از نماوا. برای دانلود فیلم‌های بیشتر به وبسایت کیک مووی مراجعه نمایید.